به نام خداوند بخشاینده و مهربان، بینندگان عزیز سلام تقدیم می دارم. امیدوارم با صحت و سلامت در خانه های خود نشسته پروگرام سی مرا تماشا کنید. این پروگرام هم با همکاری تلویزیون امید 24 از طریق زوم ثبت می شه. پروگرام امروز درباره پودگی استخوان یا استیپوروزیس است که پروگرسیو متابولیک بون دیزیز می باشه، یعنی بون ماس یا کتله استخوان یا دنسیتی یا ضخامت استخوان داخل استخوان، استرکچرش، ساختمانش، همگیش تغییر میکنه و مثل لوس میشه یا جالی میشه، ضخامت خود را از دست میده و نام استیپوروزیس یاد میشه که ضعیفی استخوان است و سبب کسر یا شکستگی شده میتونه. خب پیک بون ماس که یعنی استخوان نشمایش به عد آخر در 30 سالگی میرسه که در مرد و زن در امیسن است تا 40 سالگی ثابت میمونه و از 40 سالگی به بعد استخوان خود به لوس کردن یا جالی جالی کردن نزدیک میکنه. خب در استیپوروزیس فرجلیتی فرکچر صورت میگیره یا واقع میشه. فرجلیتی فرکچر چی است که با بسیار تراوما یا ضربه بسیار کم میشه که یک استخوان بشکنه. مثلا یک شخص نشسته است یا شخص از چوکی میفته به زمین یا از بد یا بستر خود در زمین میفته، یک فرکچر میگیره و اصلا استیپوروزیس داره و فرجلیتی فرکچر میگیره. خب انواع و اقسام فرجلیتی فرکچر یا شکستگی استخوان ها وجود داره که من چند نمشه بر شما اینجا تشریح می کنم. یکیش دستال ریدیوس فرکچر است که فرکچر مچ دست است که به نام تیبیش به نام کولیس فرکچر یا اسمس فرکچر یاد می شه و قسم می باشه که وقتی که شخص مفته مچ دستش قاط میشه و زیادتر در نایی ردیوس یا استخوان کلان دست میباشه و اولنا یک استخوان خردش است، او را هم کم قسمت از این کسر میده. خب یک فرکچر دیگه که شکستگی میده فرکچر ستون فقرات است که در ستون فقرات به نام ورتبرال کامپرشن فرکچر یاد میشه که بسیار فرکچر بسیار کامن است یا معمول است و اول بدون عرض میباشه، بعدا که میتونه که در اثر یک سلفه یا در اثر تنا خود خم کردن یا یک ضربه بسیار کم همین ستون فقرات یک کامپرشن فرکچر پیدا کنه یا یکی یک وزن میبر داره کامپرشن فرکچر میگیره. خب یک نوع دیگه همی فرجلیتی فرکچر در استیپوروزیس به نام فیمورال نک فرکچر یاد میشه که شما شاید واقعات چه زیاد با کلانسالا دیده باشیم که افتاده و استخوان رانشان از سیران مفصل ران ای شکسته و ای هپ ریپلیسمنت تراپی میشه و در آینده بسیار واقعات دیسابیلیتی میتونه بده. خب که میتونه این از نگاه تیپی در فیمور در ایسه سخان کلگی فیمور در نایی هدش یا نکش یا در پایان ترکندرش واقع شد. خب دو نوع برای استیپوروزیس ما طبقه بندی میکنیم، یکی پرایمری استیپوروزیس و دیگر سکندری استیپوروزیس میباشه. پرایمری استیپوروزیس که 95% میتونه در زنا و در مردا 80% باشه و میتونه در خانمایی که عادت موارشان قدش باشه یا در مردای کلانسال همچنان در دلیل ازی میتونه گناه در لنسفشنسی باشه زیاد دلیل هورمونی است که ساده روزمره کم بگیره و کلسیمشان کم باشه یا ویتامین دیشان کم باشه یا هایپر پاراتایرویدیسم داشته باشن که یک پاراتایرویدگلند است که در افه خود تایراید می باشه و این پی تی چه هورمون افراز میکنه. خب از نگاه میکنزیم زیاد اینجا نمی پیشم که شما خسته نشین و میتونه که سیروم کلسیم بالا بره و از طریق انتستاین و از طریق گرده یا نلی جذبش زیاد شد.
خب یک نوع ای پرایمری استیوپوروزیس بود، نوع سکندری استیوپوروزیس است که ای فیصدیش کمتر است، که کمتر از 5% در زنان می باشد و 20% در مردان می باشد. خب سبب سکندری استیوپوروزیس یکی مولتیپل مایلوما است که یک نوع سرطان است که ای استخوان‌ها را مشکنانه و همچنان که پلازماسل چی میکنه؟ خود همی پلازماسل سبب تولید ایمونوگلوبولین میشه که همی ایمونوگلوبولین عمله میکنه در وجود و استخوانها را تخریب میکنه. ملتیپل مایلوما میتونه که عدم کفایی گرده هم داشته باشه. دلیل دیگه سکندری استیوپوروزیس سی وی دی یا کرونیک ابستراکتیو پلمونری دیزیز است که تاثیر سکرت کشتن یا دوامدار که اگر کورتیکوستروید یا کورتیزون میگیرن و فیزیکال اکتیویتیشون کم است، اینا میتونن سبب استیوپوروزیس شوند. کرونیک کدنی دیزیز مریضی مزمن گرده ها میتونه سبب استیوپوروزیس شوند که وظیفه گرده کم میشه. همچنان گلوکوکورتیکوید یا کورتیزون به صورت دوامدار بگیرن سبب اوسیوپوروز یا کمپوتیز پودگی استخوان ها شده میتونن. همچنان دوای ضد میرگیر اگر بگیرن یا هایپرتایرویدیسم داشته باشن یا تایروید ریپلیسمنت تراپی تایروکسین میگیرن، اینا همش میتونه ریسک باشه برای اوسیوپوروز سکندری یا که عاملشان نمیاز، و یا کسی که سکرت میکشه و یا کسی که پی پی آی پروتون پمپ اینهبیتر بر دوای میده است که به خاطر اسید میده میگیرن، ایره میگیرن، اینا میتونه سبب سپروز شود. دوای خود شکر میتونه سبب سپروز شود. کس که ویتامین ای بسیار زیاد بگیره یا فسفاتش کم باشه، هایپرتیروئیدیسم براتون گفتم، یا کسی که زندگی غیر فعال داشته باشه، زیاد حرکت نکنه، فعالیت های فیزیکی نکنه، قدم نزنه، اینا میتونه سبب سپروز شود. کسی که سوی تغذی داره یا مواد غذاییش درست نیست، این هم سبب پودگی استخوان شده میتونه، یا کسی که روماتوید آرترایتیس داره یا ای که روماتوید آرترایتیس مفصلا میپنده، مفصلا موازی میپنده و دوام دار است که باید بس دوا بگیره که تا عمله سرشان به صورت مکرر عمله میاد که عمله نبیاید. خب ریسک فاکتور استیوپوروزیس چیست؟ ریسک فاکتورش قرار که قبلا هم گفتم، کسی که حرکت کم میکنه، فعالیت فیزیکی نمی کنه، راه نمیره، مثلا اکسرسایز نمی کنه، یعنی هیوی لیفتینگ یا اکسرسایز هایی که در جیم میره یه بسیار فایده میکنه، و یا کسایی که ریسک فاکتور با کسایی که سفید ها ریسک فاکتور زیادتر داره، مردم آسیایی ریسک فاکتور زیادتر داره، کس که بونی خرد داره ریسک فاکتور زیادتر استیوپوروزیس داره، یا ای که دایتر اینتیکشن کم می باشه از مواد مثل کلسیوم، فاسفیت، مگنیسیم، ویتامین دی. و یا یکی زمینی بونلاس داره، کسایی که بازم میگم الکول میگیرن و سیگرت میکشن، یا اگر فامیلی استوری هپ فرکچر داره، یا کس در فامیلیشون افتاده و اون امی کسر ران یا مفصل ران گرفته. خب اعراض استیوپوروزیس چیست؟ اعراض استیوپوروزیس اسیمپتوماتیک میباشه تا ای که بدتر مثلا میتونه کدام مرض بده وقتی بسیار پیشرفته شد. کامپرشن فرکچر چه قصه می باشه که پیشتر که گفتم تان کامپرشن فرکچر در اسپان یا ستون فقرات، این میتونه اسیمپتوماتیک باشه و یا ای که یک درد مزمن کمره بده که یک پوینت در نسامه داشته باشه که باید تشخیص تفریقی کنید از اوستیوآرترایتیس. همچنان کسی که کامپرشن فرکچر داره، اگر وزن زیاد میبر داره، زیادتر کمرش درد میگیره. خب یک نوع همی اوستیوپوروز اگر بسیار پیشرفته شود، چون وونلاس از قدم کوتاه شده میتونه. همچنان توراسی کامپرشن که یک نوع در قفس سینه
همی به خاطر سپوروز گفتیم که همی فقراتی که از نایی گردن تا نایی اوصله همی سپوروز پودگی استخانات از تو فقرات می باشه، می تانه که قفز سینه رو فقرات شد از پشت از سپاین بگیره که یک به نام توراسی کامپریشن یاد میشه و این توراسی کامپریشن طور است که خود امی فقرات گردن که از پشت میره و پیش میایه و خود امی فقرات تخته سینه پشت میره و به شکل کپ میشه یا رقم مثل چطور ولی یک کوان میداشته باشه که خم خم یا کپ کپ را میده که از خاطر است که همی شخص یعنی 40 سالگی یا 50 سالگی او سپوروز گرفته و بسیار پیشرفته شده و در پیری بیخی دو قات شده و خم شده و در صورت توراسیک کامپریشن که یک اصطلاح تیبی هم داره به نام دوگرش هم یاد میکنن همی کوهانی که در پشت میباشه و کپ میشه همچون چون در نایی قفص سطریست نفس تنگی هم میتونه که بته الواد از قفص سطری حتی توصله میتونه اینم تا قاد شوه یک شخص که خود شکمش هم همی کویتیش یا نایی شکم هم یا هم خورد میشه. خب سپوروز چطور تشخیص میشه؟ توسط اکسری عادی تشخیص شده نمیتونه، توسط دول انرژی اکسری ابزاربومتری یا دکسا که نام کامنش دکساس میگن تشخیص میشه که هم دکسا اسکن است هم دکسا اسکرین است که کسایی اسکرین میکنن که های ریسک باشه. خب برای کی دکسا اسکن ریکمند میشه یا توصیه میشه؟ خب اجرای دکسا اسکن بر تمام زنایی که از 65 بالا باشه داده میشه، همچنان خانمایی که عادت موارشان قطع شده از 52 تا 56 سالگی که عادت موارشان قطع شده برای اینا هم دکسا اسکن داده میشه. کسایی که وزن وجودشان کم است، بونی بسیار جسامت بسیار خرد دارن، اینا هم ریسک استوپوروز دارن و اینا دکسا اسکن برشان داده میشه که وزن وجودشان میشه که 127 پاوند باشه یا 57 کیلو باشه، برای اثنا هم دکسا اسکن داده میشه و کسایی که به صورت مزمن کورتیکوستروید یا کورتیزون میخورن دکسا اسکن برشان داده میشه. خب کسایی که ریسک سکندری سوپولوز از کلاس بزرگ بود برتان کلش گفتم دارن در از نو دکسا اسکن داده میشه. مثلا یک مثال جا میگم کسی که هایپرتایروئیدیسم داره یا کسی که تایروکسین میخوره اینا ریسک دارن که با اوستئوپوروز مصاب شون. خب WHO دکسا اسکن در اندازش یا میجرش توسط تی سکور میکنه، در حال که دو تا سکور است، یکی جایت سکور یکی تی سکور، که اندازه تی سکورش طور است که در استوپینیا یعنی خود داخل استخوان اگر سلش کم شده باشه و جراتش کم شده باشه، تی سکور که پیش قدم اوستئوپوروز است، تی سکور کمتر از ماینس 1 تا ماینس 2.5 می باشه، اگر اوستئوپوروز باشه کمتر از 2.5 می باشه. خب زایت سکور برای اطفال اندازه می کنه که اطفال و جوان ها یا کمتر به اوستئوپوروز مصاب میشن یا پودگی استخوان مصاب میشن. خب حال تداوی پودگی استخوان هدف تداویش چیست؟ هدف تداویش ایست که باید امی کتلی استخوان یا مس یا داخل استخوان ای پریزرف شود یا نگاه شود. چی کنیم که امی ریسک فاکتورها هرچی که هست متوجه ریسک فاکتورها باشیم، مثلا اگر غذایشان صحیح نیست و کلسیم ویتامین دی و فاسفیت کم است برشان داده شود، هورمون ریپلیسمنت تراپی و یک دوا بنام داده شود، بیس فیس فنیت ای چایز های مختلف است که خود دکتر انتخاب میکنه که باز کدام چایزش برای مریض بده. بیس فیس فنیت یک فرست لاین است برای تداوی استئوپوروز، بعدا چند دوایش نام میگیریم براتون. خب ویت بیرنگ اکسرسایز که واکینگ باشه یا وزن برداری، یا واکینگ خوبتر است برای کسایی که کامپرشن فرکچر دارن، وزن برداری فایده نمیکنه، اما برای پریونشن اکسرسایز ها بسیار خوب است، هم برای استئوپوروز هم واکینگ خود
برای استیوپوروز که وزن وجود و ویت بیرنگ اکسرسایز است بسیار خوب است. و کسایی که کافین میگیرن، کافین کم کنن روز کافی، روز یک گلاس دو گلاس، یا الکل میخورن الکل کم کنن که اینا هم ریسک فاکتور است، یا سیگرت میکشن سیگرت سموکینگ سیسیشن بگیرن. خب دو دوا بسیار مهم است در استوپوروز است که روزمره باید ما همگی بگیرن. یکی کلسیم سپلمنت است که مرد و زن باید 1000 میلی گرم در روز باید کلسیم بگیره که با مواد غذایی اگر یک جا باشه 1200 تا 1500 میلی گرم بر روز میشه. برای پست منوپوز عموماً یا زنایی که عادت موادشان قطع شده باشه برای از اونها بسیار مهم است. کلسیم سپلمنت کلسیم دو نوع در دواخانه است که یکیش کاربونیتش ستریت همین دو نوع بشه چون دیگه موادش هم هست همین دو نوع بشه اینا خوب جذب میشه که کسایی که دوای میده میگیرن اونا کلسیم ستریت میگیرن که جذبش بسیار زیاد خوب است. خب ویتامین دی سپلمنت هم بسیار مهم است برای وقایع استوپوروز. یکی به صورت روزمره گرفته شود خصوصا بعد از 40 سالگی که ویتامین دی اگه مقدارش کم باشه که دکتر فامیلی توسط معاینه خون معلوم میکنه مقدار زیاد بسیار دوز بالا دکتر فامیلی میده، اما در صورت روزمره در صورتی که ویتامین دی تست نشده باشه یا شده نرمال است به ضرورت وجود دادم روز 600 تا 800 یونیت پرده است که دو نوازی در دواخانه هست که کلی کلسیفرول که شکل نچرال یا طبیعیش است و یک شکل دیگهش به نام ارگو کلسیفرول یا سنتتیک پلانت است که از نباتات ساخته شده. خب بس بس مانیت گفتم دوای تداوی خود استیوپوروز است که خط اول تداوی است و خود بون لاس و بون ماس پرزرف میکنه و تقریبا 50% امیکام کمپریشن فرکچر و هپ فرکچر کم میکنه. کمپریشن فرکچر هم براتون تشریح کردم، هپ فرکچر هم که فرکچر در آینده بسیار دیسیبلیتی های کلان میده و در کلان سالا که چون بون یا استخوان ترمیم نمیشه امیر هپ ریپلیسمنت میشه. خود تداوی به سوزنات وقتی که شروع میکنن بعد از 3 ماه فایده شروع میشه که از این دواهای بسفزونات مکنان نام میگیریم براتون الاندرونیت، لزدرونیت، زلدرونیک اسید که آیوی داده میشه و ابندرونیت. از این جمله من میخواییم مهم از زلدرونیک اسیده که برای مریضای کانسر از 3 سال تا 5 سال میتن که یک عوارض جانبی خراب داره به نام اوستیونکروز جا که در الاشار تخریب میکنه، استخوان‌های الاشار تخریب میکنه و سبب میشه که دندان ها بیجای شود و سبب میشه که شخص برد دکتر دندان رو کانال کنه. از این خاطر اگر زیادتر به مریضی های به کسی که سرطان داره نیره میتن زلدرونیک اسیده در 3 سال تا 5 سال گفته میده اگر این عوارض آمد باید قطع شود. خب اینم یک پوینت دیگه هم هست که اینجا براتون میگم که بعد از 40 سالگی از این خاطر گفتم میشه که کلسیم ویتامین دی بگیرین به خاطر که زخامت بون یا سختی بون داخل بون همین کتلی بون خود لوز میکنه که در سالانه چقدر 0.3% الی 0.5% سالانه بون لاس پیدا میشه. همچنان خانمای عادت موالشون قطعشته از 3 تا 5% سالانه بون لاس دارن. خب در کانادا دکسامتازون هر 2 سال برای یا 3 سال ویب کور میکنه و برای اسکرینینگ تست دکتر فامیلی توصیه میکنه. فکر میکنم که درباره استوپوروز بعد کافی به شما گفتم. انشالله که خسته نباشین. خداوند متعال یار و مددگار شما باشد. الله حافظ.